نبود شبکه های آبرسانی صحی در برخی از ولسوالی های هرات باعث شده که باشندگان این مناطق از آبهای ناپاک و شور استفاده کنند. باشندگان هرات می گویند در زمینه فراهمسازی آب صحی برای مردم در ولسوالی ها کمتر توجه گردیده و آنها سال هاست که در معرض بیماری گوناگون قرار دارند. از سوی هم مقام های اداره محلی هرات از تلاش هایشان در راستای ایجاد شبکه های آبرسانی برای باشندگان ولسوالی های محروم این ولایت خبر می دهند. آب‌های آلوده و ناپاک یکی از مشکلات بسیار جدی که استفاده از آن جان صدها تن از مردم به خصوص کودکان را در ولسوالی های هرات تهدید می کند. اینجا در 50 کیلومتری شمال هرات ولسوالی روباسنگی منطقه که باشندگان آن دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارند. باشندگان این ولسوالی می گویند به دلیل نبود شبکه آبرسانی صحی مجبورند که از آب آلوده و شور برای آشامیدن استفاده کنند که این امر باعث بروز بیماری در میان خانواده به خصوص کودکانشان شده است. اگه خدای بگه آب یک بخش هست که مثلا هر روز آب میاد، یک بخش هست که هفته یک دفعه آب میاد، یک هست که اصلا آب نمیاد، مجبور تانکر بخره. تانکر هم که بخره برادر کار یک روز دو روز نیه، وقتی که برف و باران بشه کوچه خراب بشه که نمیاد، اصلا مجبور آب شور بخره. اینا خور رو آب نست و دو آب هم دیر مشکلاتون راست رسته انا د خاش دل رو شه د آب ته جدی پانل نو وسی خلک د آب سره دیر مشکل لري. مسئولان از خمود آخه وشته نده چه و مشته دخیل سر او نور باوری و کاجی او نوری و به مشته ازیره که داده اربابان و سر داده او لسی خلق و سر نو پدق باره که دیر همکاری وکی. از سوی هم مقام های داره محلی هرات وجود چنین مشکلات را در برخی از ولسوالی ها پذیرفته می گویند. برای فراهم ساختن آب صحی برای باشندگان ولسوالی ها در طی سالیان گذشته اقدامات اساسی نشده است. این مسئولان اطمینان می دهند که از طریق پروژه انکشافی تلاش می کنند که شبکه های آب آشامیدنی سالم را در مناطق دوردست ایجاد کنند. پروژه های آبرسانی الحمدلله فعال است. ما در بد بکاریم، ما از یک دولتی یک اداره به ما به میراث رسید که در فساد در سطح دنیا نمره اول بود، بانک‌ها خالی بود، همو چیز و چاره‌ای که پول داشته منار هم منجمد شد و بلاک شد. لذا پروژه های انکشافی ما بسیار بطی حرکت میکنه. هر چند تا سالهای اخیر شبکه های آبرسانی سالم در صد شهر و حتی در برخی از ولسوالی های هرات گسترش یافته، اما یافته های یک تحقیق نشان می‌دهد که نبود سیستم فاضلاب باعث آلوده شدن آبهای زیرزمینی شده است.